دوستان عزیز خب میدونید که در انتخابات آمریکا چه اتفاقاتی افتاد و خب مردم ریختن تو کنگره چه اتفاقات تلخی هم افتاد این برنامه حالا در مورد انتقال قدرت میخوام صحبت کنم متا قبل از اون بگم که کسانی که بازداشت شدن در کنگره آمریکا ما به عنوان کسانی که به حال نگران مسائل حقوق بشری هم هستیم نگران جان اینها هستیم گزارشی رو یکی از مقامات آمریکا یکی از وکیل های آمریکایی به نام مارک لوین داده بیرون و یک وکیل آمریکایی است که هفته پیش در فکس نیوز ایشون مصاحبه ای داشت من یک پاراگراف از مصاحبهشون آماده کردم دو پاراگراف آماده کردم که براتون بخونم و نگران جان آمریکاییایی بود که بازداشت شده بودن بابت مسئله کنگره و آمریکا و ما دیدیم اون چیزی که جلوی دوربین بود دیدیم که اینا پلیس اونجا اصلا ابایی نداره که جلوی دوربین خانم اشری رو که هممون دیدیم هیچ سلاحی نداشت اینا به ضرب گلوله اونم به سرش بیاد بکشه و گلوله رو به گلوک زدن و دیدید که چه اتفاقات تلخی افتاد و الان مردمی که توی کنگره دستگیر شدن الان در شرط بسیار اسفناکی هستند. گوانتانامالا ما اینا رو تشبیه کرده اینا رو با زندانیان گوانتانامو که میگه که در گوانت... مثل زندانیان گوانتانامو که در حقیقت در زندانیان داعشی یا القاعده ای رو نگهداری میکردن میگه با اونها دارن این برخورد رو میکنن در مورد زندان های آمریکا خیلی خوب میدونیم که شرایط چقدر سخته حتی بی سی رفته بود باهاشون مصاحبه کرده بود با یکی دو از زندانیهای با زندان های آمریکا رفته بود با زندانیاشون مصاحبه کرده بود و داشتن میگفتند که چه علاز بهداشتی و اینا چه فاجعه است چه جوری توی دستشویی و حمام ها پر موشه و چند نفر تا به خاطر عفونت در زندان های آمریکا سالیانه فوت میکنن حالا این آقای مارک لوین برگشته گفته که دولت آمریکا افراد زیادی را به اتهام دست در حمله به ساختمان کنگره تا به حال دستگیر کرده و آنها را به صورت غیرعلنی محاکمه میکنند بعدم دادگاه هایی که برگزار کردن در آمریکا گفته میشه بعضا زیر پنج دقیقه بوده این دادگاه ها کسایی که دستگیر کردن از هواداران ترامپ و زیر پنج دقیقه محاکمه کردن و اینها رو در حقیقت بدون رایت موازین حقوق بشری به زندان انداختن و اینها خب خیلی نگران کننده است برای مسئله حقوق بشری که داریم پیگیری میکنیم در ارتباط با آمریکا و آقای لوین میگه که بسیاری از عوامل اف بی آی افرادی را که کوچکترین شکی به دست داشتن آنها در حادثه کنگره وجود دارد را دستگیر و آنها را در شرایط بسیار نامساعد در زندانهایی در حاشیه شهر شکنجه میکند اینا حرف من نیست حرف آقای مارک لوین هستش که با فاکس نیوز صحبت کرده رسانه دیگه جریان اصلی خود آمریکا آقای لوین میگه که ما تیم تحقیقاتی داریم که در زمینه این زندانیان کار میکنند آنها گزارشهایی را ارائه دادند که تمام متهمان متهمان حمله به ساختمان کنگره در زندانهای دور از شهر و در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند شرایط آنها بسیار ناگوار است آنها در طول روز کمتر از یک ساعت اجازه خروج از سلولهای خود را دارند نسبت به سایر زندانیان غذای کمتر به آنها داده میشود و در سلولها خیلی در وزر سلول های خیلی کوچک نگهداری میشون خب این شرایط زندانیانه و خیلی جالب بخش قابل توجهی از این گروهی به اصطلاح حقوق بشری در مورد این زندانیان دارن سکوت میکنن که در بدترین شرایط در شکنجه و تنها بعضی رو روزانه یک ساعت بهشون اجازه هواخوری میدن و الان خیلی از زندانیاشون اصلا نمیدونن که امروز چندم هست و اصلا روز و شب رو نمیفهمند در سیاه چاله ها دارن اینها رو نگه میدارن اما مراد من از این برنامه بیان این قضیه نبود من تصاویر کنگره آمریکا رو دارم براتون که انتقال قدرت چگونه اونجا داشت انجام میشد و شما تصاویر رو دارید میبینید و دیدید که در روز تحلیف ریاست جمهوری آقای تنام حضور پیدا نکرد و در یک کشوری که میگه من مهد دموکراسی ام آمریکای دموکراتیک و میخواد این دموکراسی شو به همه دنیا صادر بکنه شما دیدید که رئیس جمهور قهر کردن نیومدن و اتفاقات رو در اونجا دیدید اما در مورد ایرانی که اینقدر میگن آقا ایران جهان سوم فشار دارن به ایران میارن شما دیدید که وقتی که آقای رئیسی برنده شد تمام کاندیداهای دیگهش تبریک گفتن و حسن روحانی با تمام خیانت که پشت پرده کرده علیه کشورمون اما مثل بچه آدم رفت و با آقای رئیسی گفتگو کرد و در مورد انتقال قدرت وعده های زیادی رو داد که خیلی خیلی خوب و با خیلی دوستانه این انتقال قدرت انجام میشه این در حقیقت انتقال قدرت در آمریکا و ایرانه این فضای انتقال قدرت که شما میبینید در کشوری که اینا مدعی هستن جهان سوم نیست چگونه انتقال قدرت داره با آرامش انجام میشه و در آمریکایی که محد دموکراسی است ادعاشون میشه بر اساس همون بازی دموکراتیک انتقال قدرت با کلی کشته و کلی درگیری و حتی رئیس جمهورشون آقای ترام در مرز تحلیف ریاست جمهوری آقای بایدن شرکت نکرد اینا حقایقی که داریم میبینیم و فقط میخوام بگم که ببینید فضای رسانه اما در مورد آمریکا چگونه داره در حقیقت تقلیل سازی میکنه این مشکلات عظیم در آمریکا و شکنجه گسترده معترضان و هواداران ترامپ چگونه داره تقلیل سازی میکنه و در ارتباط با ایران مشکلات کوچک را چگونه داره برجسته نمایی میکنه اینها سواد رسانه است یعنی اگر ما یک مقدار فعالینی داشتیم که در حوزه رسانه همچون من امید دانا حضور داشتن خیلی میتونستن از این قضیه درگیری آمریکا درگیری داخلی آمریکا بین ترامپ و بایدن بهره برداری درست رسانه ای بکنن درست نه اینکه سوء استفاده درست رسانه ای کنن و این مسئله رو الان باید وزارت امور خارجه ایران بزنه تو ده آقای ظریف و بزنه تو دهن طرفای غربی میگه آقا جان شما ادعاتون میشه این آمریکاتونه درگیر اون فرانسه تونه 28 درصد شرکت کردن تازه الان تو همون 28 درصد هم خانم لوپن و اینا دارن شروع میکنن تقلب شده و فلان شده و اینا ولی ما در ایران هیچ که الان اعتراض نکرده تقلب شده در ایران انتقال قدرت داره مسالمت آمیز انجام میشه در ایران زندانیان سیاسی که شما میگید توی شکنجه مثلا در زندان اوین و جاهای دیگه هستن که کاملا یک دروغ مطلق دارن میگن این زندانیان حکایتشون اینه همشون که آزاد شدن هیچی الان در اروپا از باطبی بگیر تا اون آقای فخرآور بگیر تا اون پیمان عارف بگیر تا همه این زندانی زندان مگه یعنی نه زندانی سیاسی نبودن مگه نمیگم ما شلاخ خوردیم فلان همشون هم نمیمیمیم صحیح و سالم همان هم بزنن به تخته بدتر از من چاق و چله همم هم, هم گل انداخته این حقیقته این جمهوریت حالا آمریکا هم زندانیاشو برای ما رو کنه کسانی که رفتن زندان آمریکا و بیرون چه اتفاقی براشون افتاده ما زندانیای سیاسی که علی جمهوری اسلامی رفتن زندان و بیرون رو داریم میبینیم همه حالش خوبه خیلی هم خوبه بعضا بعضی هاشون هم گویا از موتوری های خیلی خوب ساقیشونه و ساقی خوبی هم دارن و بعد وقت حرفای عجیب قریب هم میزنن این حقیقته یعنی اینا رو باید گذاشت جلوی طرفای غربی میگیم آقا این رفتار ما با زندانیامونه که الان این زندانیا وقتی همشون اومدن در خارج شما برید از این زندانیا رو شما بیمارستان بیمارستان‌های اروپایی آزمایش کنن بیان مثلا یه بیاد ازشون بگیرن همشون سالمه بدنشون سالمه استخوناشون سالمه همه چیز آیا زندانیان آمریکایی که رفتن در این زندانیانی که بابت حمله به کنگره آمریکا بازداشت شدن مثلا کنگره آمریکا به خونه ملت رفته بودن خونه خودشون دیگه اینها بازداشت شدن چه جوریه حالا یه بخششون که مثل خانم اشری اینا که همونجا که جلوی تصویر داریم میبینیم چیه اینهایی که بازداشت کردید آیا این زندانیان جمهوری اسلامی سالم هستن یا نیستن عاشقتون هم شب و روزگار خوش دمتون گرم که این برنامه رو دنبال میکنید این این صحبت ها باید انجام بشه این برنامه ها بسیار بسیار فکر مردم رو وا میکنه مگه نمیگن آمریکا جان اوله خب اون طرز انتقال قدرتش و این طرز انتقال قدرت در ایران با همه پروپاگاندایی که میکنن اون وضع زندانیاش و این وضع زندانیان در جمهوری اسلامی هر چیز رو میخوایم مقایسه کنیم متوجه میشیم سطح کیفی زندگی در ایران و سطح خیلی از مسائل نسبت به طرف غربی خیلی بالاتره من دو سه روز پیش هم های خانمی رو در هلند گذاشتم براتون داشت میگه آقا کیفیت زندگی در اینا خیلی بیشتر از هلنده و این واقعیت موجوده واقعیت روی زمینه یک بردهداری نوین مشاهدیم در آمریکا کانادا و کشورهای اروپایی کار کن مالیات بده فقط همه چیز تو باید شعر بکنی با دولت این خب یه چیزی کار کردن مذارت میخوام خر و خوردن یابو شده آیا در ایران هم به این شکله؟ بنابراین حقایق اینه که کسانی که در اینان زندگی میکنن وقتی بررسی میکنیم میبینیم که سالمتر از ایرانیانی هستن که حالا در اروپا هم زندگی میکنن که الان موضع برنامه من نیست تو بخش دیگری صحبت میکنیم اما در مورد مسائل سیاسی اینا که قابل رعایت این انتقال در جمهوری اسلامی انتقال قدرت در جمهوری اسلامی بسیار متمدنانه تر از کشوری است که ادعا میکنه آقای دنیاست ادعا میکنه من رهبر جهانم و و و, و که همتون میدونید هاینده ایران شب روزگار خوش بدرود